مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، و هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. آقای مهدوی آزاد، در ابتدا با شما شروع بکنیم. آیا میتونیم با توجه به شرایط کنونی بگیم که مذاکرات برجام دو در جریان، خصوصا در حوزه فعالیت‌های سپاه پاسداران؟ بله، ببینید، دقیقاً اسمش که خود آقای خامنه‌ای، خود علی خامنه‌ای روی ماجرا گذاشته. به شما رو ارجاع میدم به سخنرانی فروردین 1395 رهبر جمهوری اسلامی در حرم رضوی. اونجا اون اولین سخنرانی است که آقای خامنه‌ای چند ماه بعد از برجام به برجام حمله کرد. نمیدونم اونجا گفت که خسارت محض. توی اون سخنرانی میگه که غربی‌ها دنبال برجام دو و برجام سه هستن. قبل از آقای خامنه‌ای البته رسانه‌ها استفاده می‌کردن، ولی اون بلند مرتبه در این سطحی است که از این عبارت استفاده می‌کنه. و اونجا آقای خامنه‌ای برجام دو رو کامل توضیح میده. میگه در برجام دو این هستش که آمریکایی‌ها میگوین باید بیان با ایران در مورد غرب آسیا، البته میگه غرب آسیا و خاورمیانه، بشن یه مدلی رو انتخاب بکنن که تنش‌ها کاهش پیدا بکنه. بعد هم ادامه میده میگه تلویحاً بعداً اگر ما بپذیریم، غربی‌ها به موضوع رو به اینجا میرسونن که اصلا سپاه قدس واسه چی وجود داره و سپاه قدس داره چیکار می‌کنه. ببین، تمام اون چیزی که ما به نام سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی انقلابیش می‌شناسیم، همش کار سپاه قدس. از تمام فعالیت‌ها در مورد اسرائیل شما بگیرید تا کاری که ایران در بحر میکنه، در سوریه میکنه، در عراق میکنه، تا شیخ زکزاکی در نیجریه، در منطقه. چیزی که الان شما از رسانه ها میشنوید این هستش که ایالات متحده آمریکا و تهران دارن یواشکی در مورد نقش سپاه پاسداران حرف میزنن. من مطمئنم الان آمریکایی‌ها در مورد نقش سازمان اطلاعات سپاه و شکنجه زندانیان حرف نمیزنن. مطمئنم فعلا تو این مقطع در مورد فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران، مثلا اینکه نمیدونم بنیاد فلان داره چیک ساختمون تو تهران میسازم، حرف نمیزنن. چیزی که در موردش حرف خواهند زد مسئله صدور تروریسم و سپاه قدس هست. بنابراین بر مبنای تعریفی که شخص رهبر جمهوری اسلامی کرده، واقعیت خوب یا بد این هست که جمهوری اسلامی برخلاف تمام ادعاهایی که کرده، حالا تن داده با آمریکا در مورد نقش سپاه قدس، عملکرد خاورمیانه‌ای ایران، اینکه تنش‌ها رو کاهش بده و در قبالش مثلا سپاه از لیست تروریسم خارج بشه. آقای حسنیاری، با توجه به توضیحاتی که آقای مهدوی آزاد هم دادن، آیا شما فکر میکنید که سیاست جمهوری اسلامی تغییر کرده که الان حاضر شده در رابطه با فعالیت و عملکرد سپاه پاسداران در منطقه گفتگو کنه؟ ببینید، این یکی از بزرگترین عقب نشینی هاست که جمهوری اسلامی و شخص رهبر تا به امروز انجام داده، به خاطر اینکه مسئله سپاه، حضور سپاه در منطقه و دخالت سپاه در کشورهای عربی یکی از چهار مشکلی بود که آمریکا همواره بر اون تاکید داشته، بر مبنای اون چیزی که کشورهای منطقه در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌بینند. بنابراین هرگز سپاه حاضر نشده بود و رهبر جمهوری اسلامی همچنین که در این مورد کوتاه بیان، چندی نمیگذره از آخرین حرفایی که علی خامنه‌ای در این مورد زد، و اون اینکه سپاه در منطقه بایستی حضور داشته باشه و به سپاس به واقع که سیاست منطقه جمهوری اسلامی رو راه میبره. و در نتیجه اگر که سپاه به این محدودیت هایی که آمریکایی ها خواستن تن بده، معناش این هست که احتمالاً سپاه نمیتواند، چون گذشته در مسائل کشورهای عربی حضور داشته باشه، ایجاد مزاحمت بکنه، و در نتیجه دست و پای سپاه در این زمینه بسته خواهد شد. و این به خصوص برمیگرده به مسئولیت ذاتی سپاه قدس که دقیقاً همین هست، حضور در کشورهای منطقه و پیشبرد سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی. بنابراین با چنین شرایطی محدود میشه بر در مورد فعالیت‌های منطقه خود، و بایستی دید که بعد از اون سرنوشت سپاه چه خواهد بود. آقای مهدوی آزاد، چرا خود جمهوری اسلامی اعلام نکرده که این مذاکرات برجام دو در حال جریانه؟ ببینید، یه جورایی دقیقاً ماجرای واکسن تکرار شد. در مورد واکسن هم آقای خامنه‌ای اومد گفتش که اصلا واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی ممنوع، انگشتم اینجوری برد بالا، موج عظیمی از کشتار در ایران شروع شد، از مردم بیگناه، یادتون هست چه موج اتفاق افتاد. همین که دولت عوض شد، یهو سیاست‌ها رو عوض کردن، گفتن نه، ما منظورمون اون نبود، یه چیز دیگه بوده، و شروع کردن واردات. بعدم گفتن دولت قبلی بلد نبوده وارد بشه. اهمیت واسه من نداره دولت قبل و بعد، اهمیت نداره. این بازی رهبری جمهوری اسلامی است. اگر الان آقای خامنه‌ای
بپذیره، اگر الان بپذیره که تن داده، یعنی رسما حکومت اعلام بکنه که ما داریم در مورد خاورمیانه با آمریکا صحبت میکنیم، خب یه سوال به وجود میاد که چرا شما 10 سال پیش نکردید، 8 سال پیش نکردید، چرا 5 سال پیش، چرا 2 سال پیش نکردید؟ و خب تو این 7 8 10 سال 5 دهک جامعه ایران رفته زیر خط فقر سیاه، یعنی 40 میلیون آدم از شرایط حتی بد اومدن زیر خط فقر سیاه. این یه بخش ماجراست. دومی که ببینید، حکومت ایران در تمام این سالها تمام ادعاش این بوده که من مقابل آمریکا عقب نشینی نمی‌کنم، من نمی‌دونم، ما راست قامتان جاودانه تاریخ هستیم، اینو در و دیوار شهرها نوشتن، ما عقب نشینی نمی‌کنیم. خیلی واضح هست که اگر قرار باشه توافق انجام بشه، در پشت پرده سپاه پاسداران دیگه در خوشبینانه‌ترین حالت، همونطور که دکتر حسن یاری گفت، بعد دست پاشو جمع بکنه سپاه پاسداران، دست پاش بسته میشه. در حالت‌های جدی‌تر ممکن است حتی امتیازات خیلی بزرگتری پرداخت بکنه. بله. و خب این پرستیژ حکومت، پرستیژ انقلابی رهبر ایران به عنوان یک مرد سازش ناپذیر با غرب به چالش میگیره، اون چهره در واقع واقعیشو نشون میده و اینم چیزی هست که میخوان پنهان بکنن. آقای حسنیاری، از نظر شما چه کسانی در این مذاکرات حضور خواهند داشت و خود سپاه پاسداران و کسانی که به هر حال در رأس قدرت هستن فکر میکنید در این مذاکرات باشن؟ ببینید، خود سپاه هر جا همه جا هست. این که مهدوی کنی، مهدوی باقری در وین در حال گفتگوست با یک تیم، آیا اینها به واقع سیاست مدار هستند؟ همه خط و نشانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نه تنها در منطقه که در کل جهان سپاه تعیین میکنه. چیزی که خیلی خیلی مهمه در این مورد به اون اشاره کنیم، باید دیدی که سرنوشت این گروه های نیابتی چه خواهد شد. بنابراین این هم به اعتقاد من یکی از اون مواردی است که به طور قطع جمهوری اسلامی ناچار هست که در مورد اونها چانه زنی بکنه، تن بده به خفت و خاری بیشتر در این زمینه و سرنوشت این گروه ها. خب ببینین، اگر که حزب الله دستش از پولی که از جمهوری اسلامی میرسه کوتاه بشه، هشت شعبی عراق همچنین، حوثی ها در یمن اینچنین، حماس و دیگران، چه سرنوشتی کشورهای دیگر پیدا خواهند کرد؟ بنابراین سوای این که چه کسی در وین در حال گفتگوست، مسئله مهم این هست که موضوعات چه هستند و این موضوعاتی که بر سر اونها چانه زنی میکنن اسلامی و دیگران، این موضوعات تا چه حدی بر سرنوشت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه و کشورهای منطقه مؤثر خواهند بود. بله، آقای حسنیاری اشاره کردن که چه موضوعاتی مورد بحث قرار میگیره. آقای مهدوی آزاد، یکی از مسائلی که ایران همواره روش تاکید داشته خارج شدن اسم سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی هستش. فکر میکنید اگر که آمریکا این کار رو انجام بده در مقابلش چه چیزی طلب میکنه و بعد جواب کشورهای منطقه و خصوصا اسرائیل رو چه میده؟ آیا خواستهای اونها رو در نظر خواهد گرفت؟ بله، میدونید که آمریکا یک موجودیت واحد نیست، احزاب مختلف دارن، سیاستاش در واقع عملگرایانه تر از این حرف هاست که ایدئولوژیک باشه، همیشه ثابت باشه. یه سوال کلیدی این هستش که آمریکا در حال فعل، در وضعیت فعلی، یعنی دولت ادمنستریشن آقای بایدن، روابطش با اعراب چطور هست، روابطش با اسرائیل چطور هست و چقدر میخواد اونها رو راضی نگه بداره. در دولت آقای اوباما که برجام امضا شد، واقعیت است که خواسته در واقع تمام خواسته اعراب و حتی بخش اعظم خواسته اسرائیل نادیده گرفته شد. الان شواهد نشون میده که دولت آقای بایدن به نسبت دولت آقای اوباما دولت توجه بیشتری به اعراب نشون میده و توجه بیشتری به بایدن، بنابراین به اسرائیل. بنابراین اگر این نگاه درست باشه، منطقا یکی از اولین چیزهایی که خواسته میشه این هستش که تهدیدات سپاه پاسداران، تهدیدات ایران علیه اعراب کاهش پیدا بکنه. ببینید، همین دو سال اخیر ایران تاثیرات نفتی عربستان سعودی رو زده، همین چند روز پیش عراق رو زده، هر جا خواسته هر کاری خواسته بکنه کرده. این یکی از در واقع ابتدایی ترین چیز هست. یکی از مسائل دیگه دوباره دخالت های ایران در امور اعراب و منطقه هست، از دخالت های سیاسی شبه سیاسی در بحرین بگیرید تا دخالت های نظامی و درست کردن گروه های مسلح در داخل کشورها تا بحث جنگ با اسرائیل. من دقیقا نمیدونم و این به آینده نشون خواهد داد که آیا مثلا تنش فعلی ایران و اسرائیل در برنامه مذاکرات خواهد بود و این هم جز تنش هایی است که کاهش پیدا خواهد کرد، یا اون مسئله دیگه است و مثلا آمریکا بعدا به چرا اسرائیل چراغ سبز نشون خواهد داد که طور دیگه ای عملیات تخریبی مثلا دنبال بکنه. اما منطقا اگر دولت های بایدن بخواد سیاست حفظ توازن در منطقه را حفظ بکنه که بر اون مبنا بتونه بر چین روسیه تمرکز بیشتری بکنه، منطقا باید سپاه پاسداران رو وادار بکنن که سطح تنش، سطح فشار بر عراق و سطح فشار بر اسرائیل. ممنونم، اجازه بدید نظر آقای حسنیاری رو هم بشنویم اگر کوتاه محبت کنه، یک دقیقه بیشتر زمان نداریم. ممنونم. ببین، سرنوشت این جبهه مقاومت چه خواهد شد؟ به اعتقاد من اگر که چنین
امری امروز در حال شکل گیری است، یعنی اینکه سپاه از منطقه خاورمیانه به این حضور غیر مشروعی که داره جمع بکنه، ناچار گروه های دیگر ناچار خواهند شد که خود رو با مسائل روز سازگار کنند. به طور قطع اسرائیل در وضعیت در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت، همچنین دولت آقای کاظمی در عراق و عربستان و دیگران هم همچنین، به خاطر اینکه مشکلی که اینها داشتن مشکل دخالت سپاه در امور منطقه بوده و حال اگر که سپاه به چنین کاری تن بده، معناش این هست که برها موفق شدن که به اون چیزی که خواستن برسن، هرچند که آقای بایدن در نهایت در تحلیل نهایی مسائل یا اینکه منافع اسرائیل رو، حداقل منافع اسرائیل رو هرگز به فدای سپاه و جمهوری اسلامی نخواهد کرد. متشکرم از توضیحات هر دوی شما، هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی و مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از بن.